اون کاراکترهای سبز توی فیلم ماتریکس چی بودن؟ آیا تمام دنیا از اون حروف سبز درست شده؟ آیا خدا از اون کاراکترهای سبز و اون حروف سبز درست شده؟ من یک سال در مورد عرفان، متافیزیک، فیزیک کوانتوم و چیزهای مختلفی تحقیق کردم و همچنین دینهای قدیمی تا بتونم فیلم ماتریکس رو توضیح بدم. و اگه میخواییم بدونید اون کاراکترهای سبز داخل فیلم چه معنی میداد و چه ارتباطی با این دنیا داره، این ویدیو رو تا آخر ببینید. من علی فرهنگی هستم و این شبکه میستریز. من توی این شبکه فیلم‌های سینمای پیچیده رو نقد می‌کنم و مسائل دینی، سیاسی، عرفانی و مسائل مربوط به اونا رو میام تجزیه و تحلیل می‌کنم و می‌ریزم بیرون. این شبکه منو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای منو از دست ندین. چند تا ویدیو دیگه در مورد فیلم اینسپشن یا همون تلقین ساختم که لینکشو این بالا می‌ذارم و توی دیسکریپشن هم اون لینک‌ها رو می‌ذارم. اگه دوست دارین می‌تونین اون فیلم‌ها رو هم ببینین. برای اینکه بفهمیم اون حروف سبز داخل فیلم ماتریکس به چه معنیه، باید یه سری مسائل کوانتومی و فیزیک رو بیاییم بررسی کنیم، ولی من سعی میکنم تمام مسائل رو خیلی ساده براتون توضیح بدم. هر ماده ای از مولکول ها و اتم هایی تشکیل شده. اگر مولکول ها رو بشکنیم به اتم ها میرسیم. اگر درون اتم ها رو بشکافیم، ذره های منفی رو میبینیم که به دور یک هسته مثبت در حال گردشن. فاصله ای که بین هسته مثبت داخل اتم هست تا اون ذره های منفی که به دور اون میچرخه به اندازه فاصله یک توپ فوتبال با محیط اون استادیوم فوتبال. این یعنی که داخل یک اتم فضای خالی خیلی خیلی زیادی وجود داره و فضای خالی بیشتر از اون فضاییه که توسط ذره ها اشغال شده. میتونم براتون بگم که 99.9% یک اتم خالیه. یعنی تقریبا میشه گفت کل اتم خالیه و فضای هیچ کل اتم رو پر کرده. ما آدما خیال میکنیم که همه چیز تو پره. مثلا فرض کنین این لیوانو وقتی دستمون میگیریم فکر میکنیم از یک جسم توپر سنگین خیلی حجیم تشکیل شده، ولی اگه این لیوانو باز کنید و دونه دونه ذره هاشو بشکافید میبینید که 99.9% کل فضای اون اتم های داخلش خالیه. یعنی همه چیزایی که دورور ما هست 99% خالیه. یعنی تقریبا میشه گفت که همه چیز از هیچ تشکیل شده. جالب نیست؟ حالا اگه اون ذره های اتم رو، یعنی اون ذره مثبت هسته رو، اونا رو هم بیاییم بشکافیم، بازم درون اونها ذره های دیگه وجود داره، مثلا کوارک ها و چیزهای دیگه. و اگه باز اونا رو هم بیاییم بشکنیم، در نهایت به یه سری باند یا نوار انرژی میرسیم. یعنی که تمام اتم ها، تمام چیزهایی که دورور ما هست داخلش یه سری ذره است که درون اون ذره ها هم یه سری باندهای انرژی هست. این باندهای انرژی تکون میخورن، به صورت موجی خودشون حرکت میدن و یه جورایی میشه گفت از انرژی تشکیل شدن. نکته دیگه ای که در مورد این ذره ها مهمه اینه که هیچ کدوم از اینا جامد یا صلب نیستن. یعنی این که در یک حالت ثابت نیستن. مثلا فرض کنین از این ذره های کوچیکو ما بیایم ازشون عکس بگیریم. وقتی که ازشون عکس بگیریم در لحظه اول یکی از اونا به این صورته، در لحظه بعدی به این صورته. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که ذره های کوچیک 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 داخل هر اتمی، هر ماده ای به صورت ثابت و جامد نیستن، تکون میخورن. و این یعنی که تو حالت علمیش اینطوری میگیم که ذره ها حالت موجی دارن، یعنی ذره نیستن. ذره ها همشون موجن، از موج تشکیل شدن. یه جورایی میشه گفت که هیچ چیز جامدی وجود نداره. هر چیز جامدی که شما میبینید دور بر خودتون که ثابته و تغییر نمیکنه، ذره هاش دائما دارن تغییر میکنن، دائما دارن تکون میخورن و این به صورت یه موجه. دائما خود ما حتی به صورت انرژی و موجی و دائما مثل
موج داریم تکون میخوریم. اینا رو گفتم چون کمک میکنه که بفهمیم اون حروف سبز یا آلفابت های سبز داخل فیلم ماتریکس چی هستن و چه معنی میدن. حالا میخوام ازتون یه سوال بپرسم که بهش فکر کنین و جوابشو به خودتون بدین. جهان از کجا شروع شد و چه اتفاقی افتاد که این جهان به وجود اومد؟ این سوالیه که همه جوابشو میدونه. علم به این سوال جواب داده. بیگ بنگ. جواب بیگ بنگه. جهان از یک انفجار شروع شد. اما من میخوام چند تا سوال دیگه بعدش بپرسم. یعنی میخوام به عقب برگردم. قبل از اون بیگ بنگ چی بود؟ دوباره علم جواب میده. علم میگه که قبل از بیگ بنگ یک ماده سیاه بود که تمام جهان وقتی که اون ماده سیاه منفجر شد ازش بیرون اومد و سیاره ها، ستاره ها، زمین و خیلی چیزهای دیگه ازش بیرون اومدن و هنوز هم اونا دارن از همدیگه دور میشن و ستاره های جدیدی داره در میاد و اون ستاره هایی که قبلا پرت شدن دارن دور میشن و ما نورشون رو میبینیم. من میخوام یه سوال دیگه بپرسم، یه سوال عمیق تر از این، یه سوالی که به عقب بیشتر برگردیم. من میخوام بگم که قبل از اون ماده سیاه چی بود؟ یعنی فرض کنیم که یه چیزی هست، یه موضوعی هست که توی دین شاید بیشتر شنیده باشیم. میگن که خدا ازلی و ابدیه، یعنی از اول بوده تا آخرم هست، یعنی همیشه بوده همیشه هم هست، هیچ شروع و پایانی نداره. خب حالا من میخوام یه سوالی بپرسم، آیا اون ماده سیاه هم ازلی و ابدیه یا اینکه از یه جای شروع شده؟ و جوابش اینه که اون ماده سیاه چون خدا نیست اصولا ازلی و ابدی هم نیست. پس اون ماده سیاه از یه نقطه ای، از یه زمانی شروع شده. خب پس اون ماده سیاه از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ این سوال منه. به این سوال فکر کنید و پیش خودتون یه جواب پیدا کنید. جواب من اینه، ما نمیتونیم از نظر منطقی یک چیزی که وجود نداره رو تبدیل کنیم به یه چیزی که وجود داره. یعنی منظورم اینه که هیچ تبدیل به یه چیزی نمیشه، همیشه باید یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه بشه. این یه چیز کاملا منطقیه. پس باید یه چیزی که صفرم نیست، که هیچم نیست، تبدیل شده باشه به ماده سیاه. حالا جواب من چیه به این سوال؟ جواب من اینه که ما قبل از اینکه اون ماده سیاه وجود داشته باشه ما هیچ چیزی نداریم غیر از خدا. کاری هم ندارم، بعضی از شما ممکن به خدا اعتقاد نداشته باشید. من فقط میخوام یه استنباط فکری درست کنم، یه چیزی درست کنم. میتونی اسم اون خدا رو بذارین انرژی، فرقی نمیکنه. یه چیزی همیشه بوده، از اول تا آخر بوده، بعضی بهش میگن خدا. ولی من میخوام بگم که اگه اون ماده سیاه یه شروعی داره، یه مبدعی داره، یه صفری داره و چیزی هم باید تبدیل به اون ماده سیاه شده باشه، تنها چیزی که ما داریم میتونیم بگیم که اون چیز تبدیل به اون ماده سیاه شده، تنها همون انرژی یا همون خدایی که همش خیلی ها بهش باور دارن. خب یعنی اینکه خدا تبدیل شده به یه ماده سیاه و اون ماده سیاه منفجر شده و ستاره ها، خورشید، زمین و همه چیز از توی اون اومده بیرون. خب این تنها جوابیه که از نظر منطقی به ذهن من میرسه. اگه شما جواب دیگه‌ای منطقی تر از این دارین لطفاً برای من تو کامنت ها بنویسین، خیلی هم خوشحال میشم. ما از یه طرف رفتیم اون اتم ها رو شکافتیم برای شما اول ویدیو و گفتیم که اتم رو که بشکافیم بریم داخلش، تجزیه کنیم بریم تو، ذره ها رو بشکافیم، ذره های بعدی هسته، کوارک ها، تهش به یه سری باند های انرژی میرسیم که اینا رو علم کشف کرد. و از یه طرف دیگه هم رفتیم توی تاریخ به عقب، رفتیم به اول پیدایش جهان و به این نتیجه رسیدیم که یه ماده سیاهی بوده که منفجر شده و اون ماده سیاه هم خودش از خدا تشکیل شده، یعنی خدا تبدیل شده به این ماده سیاه. پس تنها جوابی که برای ما میمونه اینه که اون انرژی ها، اون باندهای انرژی و یا چیزی که اون باندهای انرژی رو تشکیل میده، موج یا انرژی،
خدا هم از همون تشکیل شده. یعنی یه استنباط فکریه، من چیزی رو اینجا ثابت نکردم، چیزی دنبال ثابت کردنم نیستم، من فقط میخوام با مثالهای شماتیک یعنی شکلی تصویری بیام بیشتر اون چیزی که وجود داره، این جهانی که وجود داره رو بیام بیشتر واضحش کنم. میخوام برای اینکه این موضوع رو بیشتر بتونین بفهمین و اینکه یه جورایی میشه گفت یه شواهدی یا شاهدانی از جاهای دیگه هم براتون بیارم، برم به چند تا کتاب از جمله کتابای دینی یه سری بزنم و یه سری موضوعاتی که تو اون کتابای دینی ربط داره به این داستانو بیارم براتون توضیح بدم. یکی از اونا یه داستانیه که توی کتاب تورات موسی نوشته شده. میگه موسی گله پدرزنش یترون کاهن مدیان را شبانی میکرد. روزی گله را به آن سوی صحرا برد و به هوریب که کوه خدا باشد رسید. در آنجا فرشته خداوند از درون بوته‌ای در شعله آتش بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله ور است ولی نمی سوزد. پس با خود اندیشید بدان سو می شوم تا این امر شگفت را بنگرم و ببینم بوته چرا نمی سوزد. چون خداوند دید موسی بدان سو می آید تا بنگرد، خدا از درون بوته ندا در داد: ای موسی، ای موسی. موسی گفت: لبیک. خدا گفت: نزدیکتر میا، کفش به در آر، زیرا جایی که بر آن ایستاده‌ای زمین مقدس است. این چه ربطی به داستان ما داره؟ من درباره این تحقیق کردم. اول باید براتون توضیح بدم که ماده از سه حالت تشکیل شده: جامد، مایع، گاز. اما چیزی که بیشتر مردم زیاد ازش اطلاع ندارن اینه که حالت مهمتر ماده و حالت چهارم ماده حالتیه به نام پلاسما. پلاسما یه حالته از ماده که تو تمام جهان خیلی زیاد وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که 99% دنیا، مثلا خورشید، ستاره ها، گازهایی که درون خورشید هست، حتی همین الکتریسیته و آتشی که ما تو این دنیا باش کار داریم، اینا همش پلاسمای حالت چهارم ماده است. یعنی همون اتمایی که حالا ذره های منفی یا مثبت دارن و بهشون میگن یون. خب اینو بهش میگن پلاسما. فقط 1% از جهان حالت مایع، جامد و گاز داره که اونم روی زمینه و ما آدما داخل اون 1% از جهان داریم زندگی میکنیم. یعنی کلن میشه گفت 99% جهان از ماده ای تشکیل شده که ما اصلا تقریبا باهاش کار نداریم یا اصلا درباره‌اش اطلاعاتی نداریم و ما تو اون 1% خاص دنیا داریم زندگی میکنیم و این خودش نشون میده چقدر این دنیا شگفته. اما میخوام براتون توضیح بدم که این حالت پلاسما همون حالتی که آتیش داره و این آتیش درسته که میسوزونه، ولی میشه آتیش رو به صورتی ساخت که چیزی رو نسوزونه ولی شعله ور باشه و این کارو توی آزمایشگاه‌های غربی انجام دادن و آتیشی درست کردن که بهش میگن آتش سرد یا cold fire. خب توی ویدیو توی تصویر میبینید که این آتش نمیسوزونه جایی رو ولی شعله وره و فکر میکنم رنگش هم باید آبی باشه احتمالا چون سرده. رنگ سرد یا نور سرد کلن توی عکاسی تو فیلم برداری آبیه، رنگ زرد و قرمز رنگ گرمه. خب پس آتش سرد از پلاسما تشکیل شده مثل آتش های دیگه و نمیسوزونه. حالا تو این داستانی که توی کتاب تورات موسی، کتاب خیلی قدیمی با کلی مثلا پشوانه تاریخی تعریف شده، برای ما یه چیزی رو نشون میده. من نمیخوام چیزی رو ثابت کنم، چیزی ثابت نمیشه، ثبوتی وجود نداره. تو این دنیا دنبال ثبوت نگردید، همه چیز شهودیه، باید کشف شهود کرد. این داستان به ما میگه که خدا از پلاسما تشکیل شده. این تمام چیزی که من میخوام ازش نتیجه بگیرم. اینا رو تو کتاب دینی هم گفتن، ولی چی؟ در اون زمان به زبان خیلی ساده مردم اون روزی گفتن و دیگه جزئیاتش رو توضیح ندادن. تمام کتابای دینی میگن که خدا نوره. خب تو کتاب مقدس نوشته که خدا نور آدمیان است، توی قرآن هم نوشته الله نور السماوات والارض، یعنی خدا نور آسمان ها و زمین است. مولانا هم همینو گفته. مولانا میگه که هر ذره رو که بشکافی آفتابی شندرمیان بینی.
خب حرف مولانا هم همینه، همه دارن همینو میگن، فقط ما اینجا یکم بیشتر اومدیم با جزئیات توضیحش دادیم. خب شاعر میگه که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و صحرا و کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم روی تو بینم. شاعرها همشون داشتن همینو میگفتن، یعنی منظورشون این بوده که تو همه ذرات اتمی که این جهان رو ساخته، تو همه ذرات اتم این ماده اون نور، اون انرژی وجود داره و اون خداست. فیزیک هم همینو ثابت کرده. اون فرمولی که انیشتین نوشت و تقریبا میشه گفت دنیای فیزیک رو تکون داد، فرمولی بود به نام E مساوی با MC2، که این فرمول میگفتش که هر ماده ای رو، مثلا فرض کنید این لیوان رو، اگه با سرعت نور جابجا کنیم این لیوان تبدیل به نور میشه، و اگه نورم سرعتش کم بشه و صفر بشه و یه جا وایسه تبدیل به یه ماده میشه. پس هیچ تناقضی بین دین و علم وجود نداره. ولی مغرور نشید، نه اینکه من خدام، منم اینجا ادعای خدایی نکردم، پس استاپ، نه. یا اینکه چون که ذره های دنیا توش همش نور خدا هست و خدا همه این جهان رو تشکیل داده، پس ما باید این جهان رو بپرستیم یا مثلا خودمون رو بپرستیم، نه من همچین چیزی نگفتم. خب شاید خدا بخشی از خودش رو در ابتدای جهان تبدیل کرده به این ماده سیاه و اونو منفجر کرده و این جهان رو ازش درست کرده، شاید. خب شاید کل وجود خدا تبدیل شده به اون ماده سیاه و این جهان رو تشکیل داده. ولی در هر صورت ما نمیدونیم و منم نمیتونم بگم که هیچ هوش کیهانی اون بیرون وجود نداره و هرچی هست خود ماهاییم و خدا ماییم. نه من منظورم این نیست. برگردیم به ماتریکس. حالا اون دیجیتای سبز و اون حروف و الفبای سبز که همه جا دیده میشود، اونا چیه؟ چه ربطی به این دنیا دارن؟ اگه به صورت سلسله مراتبی بیایم نگاه کنیم، ما گفتیم که این ماده است و این ماده مولکولایی داره و این مولکولا اتمایی دارن، داخل این اتم ها ذره هایی هست، داخل اون ذره ها ذره های دیگه است و در نهایت به یه سری باندای انرژی میرسیم که گفتیم این باندای انرژی همون خدا هستن. خب اگه اینو تا اینجا فهمیده باشیم و قبولش کرده باشیم، این دیجیتای سبز هم یه چیزی توی همین مراحل هستن، یعنی یه جایی تو همین سلسله مراتب این دیجیتای سبز وجود داره. برم تو کتاب دینی و این قضیه کلمه ها و حروف رو تو کتاب دینی بررسی کنم. توی انجیل یوحنا فصل اول آیه 1-3 و آیه 14 چیز جالبی نوشته. میگه که در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. و بعد توی آیه 14 هم میگه و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید، ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد. ببینید توی این 4 تا آیه، آیه 1-3 و آیه 14 داره میگه در ابتدای خلقت فقط کلمه بوده و این کلمه خدا بوده و همه چیز از همین خدا یا همون کلمه درست شده. و بعدش هم میگه در یک برهه‌ای از زمان این کلمه تبدیل به یک انسانی شده که ما اونو به عنوان مسیح میشناسیم که همون خداست. توی کتاب دینی هم همینا رو 2000 سال پیش گفته بودن که این دنیا از کلمه ها تشکیل شده. حتی توی قرآن هم میگه کن فیکون، میگوید و میشود. خب یعنی با گفتن، با حرف زدن، با کلمه این دنیا خلق شده. توی قرآن هم نوشته مسیح یک کلمه است، مسیح کلمه خداست. اینو تو قرآن هم نوشته. خب پس توی کتابای دینی هم ما همینا رو داریم، همینا نوشته شده، فقط ساده تر و سربسته تر، یعنی جزئیاتش توضیح داده نشده. خب
حالا این چه ربطی به ماتریکس و اون دیجیتای سبز داره؟ فکر کنم دیگه تا حالا اگه باهوش بودیم تا حالا باید فهمیده باشید. اون دیجیتای سبز یه سری حروفه، یه کلمه هاییه. توی کتاب مقدس هم، توی انجیل هم داره میگه که جهان از کلمه تشکیل شده. حالا شاید مثلا این کلمه ها همون فرمولای شیمی باشه، مثل مثلا H2O، فرمول H2O یه کلمه است، فرمول آب یه کلمه است، فقط یه حروفه، H2O2. میتونه اینجوری باشه که این کلمه ها خیلی عمیق‌تر باشه، مثلا اون باندهای انرژی که ما در بحثمون صحبت کردیم و گفتیم اینا انرژیه و خدا هم از همینا تشکیل شده، اینا از یه سری حروف و کلمه های تشکیل شده. یکی از درس های اولیه و بیسیک سینما اینه که سکانس اولیه هر فیلمی باید روایتگر کل اون داستان فیلم باشه و کارگردان حرفه‌ای و اون کارگردانی که فیلماشون یه پیامی دارن سعی میکنن همیشه تو اون سکانس اولیه فیلم که شاید 2-3 دقیقه تا 5 دقیقه باشه کل اون پیامی که میخوان تو کل فیلم بگن و به صورت خلاصه اونجا بیان کنن. حالا ما میریم یکی از صحنه های مهم این فیلم رو بررسی میکنیم، ولی قبلش میخوام اون حرفایی که کارگردان های فیلم یعنی واچوفسکی ها درباره اون صحنه گفتن رو بهتون نشون بدم، بعد بریم صحنه رو ببینیم. Yeah, so the third one has a gigantic symbol in it that no one ever really discusses. Okay, what's the gold light? Right, so that's kind of the key. If you basically work on what the trilogy is all about, you come to this symbol that is never discussed. No one ever talks about it. No one even mentions it. No one refers to it. And yet it's there, clearly. The third movie actually begins with the gold light as a part of the opening title montage, as if to say to you, look, this is an essential element. Mm-hmm. This is as important as the Matrix code is, right? So that light is what the third movie is trying to solve post deconstructing something like choice. این صحنه‌ای که دیدیم حرف آخر کارگردانه، یعنی واچوفسکی‌ها تو این صحنه تیر خلاص خودشون رو زدن. کارگردان‌ها توی اون مصاحبه گفتن که هدف ما از کل این سگانه ماتریکس این بوده که تمام پارادایم‌ها و ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌ها مثل اسلام، مسیحیت، بودیسم، همه اینا رو یه جوری که رد کنیم. و لانا واچوفسکی تو مصاحبهش گفتش که اگر یه نفر بخواد جواب رو پیدا کنه، جواب تو همین صحنه است. تو این سکانس می‌بینیم که از دیجیت‌های سبز میره به یه نوری که شبیه همون بیگ بنگ و منفجر میشه و بعد دوباره از اون میاد توی ساختمان‌ها و دیجیت‌های سبزی که کل این دنیا رو تشکیل داده و یه جور میشه گفت که حالا اینا رو موهم میندازه، یعنی دیجیت‌های سبز رو میندازه روی ساختمان‌ها و بعد دوباره از اون میاد به اون دیجیت‌های سبز و برمیگرده و داخل فیلم. و تو این صحنه یه جوری داره میگه که کل این دنیا انگار از نور تشکیل شده و این نور هم خودش حالا به یه صورتی به صورت یه سری داده 01 و دیجیت‌های سبز که ما می‌دونیم امروزه با کابل‌های نوری دارن با استفاده از نور دارن اطلاعات و 01 رو دارن منتقل می‌کنن. ولی می‌خوام بگم که یه جوری دارن میگن که کل این دنیا از نوره. نور هم خودش مثل داده و کلمه و حرفه و بعد کل اون مواد ساختمون‌ها هم از همین داده‌ها و 01 درست شده. فرض کنین که ما فهمیدیم که کل این دنیا از نور تشکیل شده و شما بیننده های جستجوگر این شبکه هم قبول کردین که خدا همون نوره و اینا از 01 تشکیل شده و کل این دنیا رو همین نورها همین دیجیتا تشکیل دادن. چه استفاده ای داره؟ چه به درد ما میخوره؟
با این اطلاعات، با این دانش، با فهمیدن اینکه واقعا خدا یک تصویر خیلی واضح‌تری ازش داشته باشیم، میتونیم خیلی کارا بکنیم. میتونیم از این تصویر واضحی که داریم استفاده کنیم و به نفع ما باشه. چطوری؟ مثلا دکتر سروش توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه که خدا فکر نمی‌کنه. اگر ما آدما دعا می‌کنیم و گاهی وقتا می‌گیره و گاهی وقتا نمی‌گیره، این بستگی به انرژی خود ما داره. حرفی که دکتر سروش میزنه یه مقدار شاید قابل فهم نباشه، یعنی چی چطور، ولی با این توضیحاتی که من دادم حالا بیشتر واضح میشه که درون ما، تو تمام ذره های اتم های بدن ما، اون انرژی یا همون خدا وجود داره. خب پس ما این انرژی رو درون خودمون داریم. دکتر سروش میگه که شما وقتی دعا میکنید این انرژی شماست که تأثیر میذاره، اینا از خدا نیست. یعنی درست خدا وجود داره، ولی پس چرا بعضی موقع ما یه چیز رو میگیم، یه دعایی رو میکنیم، میگیره دعامون و اتفاق میفته، و یه موقعایی هم دعا میکنیم و نمیگیره. بعضی موقع ما دعامون رو اصلا هر چقدر یه چیز رو میخواد نمیشه. خب جوابش اینجاست که این انرژی که درون ما وجود داره، این دست ماست. ما باید این انرژی رو جمع کنیم، یه چیزی تمرکز کنیم و با شادی و با حس کردن و با انرژی دادن تمام اون انرژی که در دونه دونه اتمای ماست رو در یک جهت همراستا کنیم. خب وقتی همه اتمای بدن ما انرژیاشون، همه اون انرژی کوچیک، اونا در یک راستا همجهت بشن، خب یک بردار قوی انرژی رو میسازه که به این دنیا یک انرژی رو میفرسته. یعنی توی حالا فیزیک کوانتوم و اینا، این انرژی ها یک میدان خارجی هم دارن از خودشون، که این میدان انرژی تو کل جهان، توی کهکشان، توی کوسمو اثر میذاره. خب این انرژی درونی ما به کوسمو یه پیام میفرسته که آقا این واحد سازنده جهان، این آدم، توی وجودش این یه جهتی وجود داره به این سمت. اون میدان مغناطیسی یا هر چی که هست، اونم تأثیر میذاره رو دنیا و دنیا به یه شکلی فرم میگیره که بیاد اون چیزی که شما میخواید رو براتون مهیا کنه. تا حالا فکر کنم تونستم اون علامت های سبز رو براتون مشخص کنم و ارتباطش رو با این دنیا و خدا توضیح بدم. اگه از این ویدیو خوشت اومد و فکر کردین که این ویدیو یه تحلیل خیلی قشنگ و جدید و جالب ارائه کرده، این ویدیو رو لایک کنین، تو کامنت ها نظرتون رو برام بنویسین، ببینین که آیا قبول دارین حرف منو، آیا اون دیجیتال سبز همین انرژیه که خداست و دنیا رو تشکیل داده، اصلا حرف منو قبول دارین؟ اصلا فکر میکنین من کافرم، یا من دارم فقط یه تحلیل جدید علمی دارم میدم؟ چی فکر میکنین؟ فکراتون رو برام بنویسین. اگه دوست دارین من بازم فیلمای سینمایی رو به این صورت نقد کنم و مسائل سیاسی، علمی، دینی رو داخلش توضیح بدم، این شبکه رو سابسکرایب کنین و ویدیوهای دیگه‌ای که من ساختم و این بالا لینکاشو براتون میذارم، تو دیسکریپشنم هست، فیلمای دیگه‌ای که نقد کردم مثل فیلم تلقین، ویدیوهای دیگه‌ای درباره ماتریکس و چیزهای دیگه، اینا رو تو دیسکریپشن میتونین برید نگاه کنین. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیوهای منو دیدین. من علی فرایمر هستم، این شبکه میستریزه. من خیلی دوست دارم فیلمای سینمایی رو نقد کنم، خیلی دوست دارم یه سری آدما به فیلمایی که نگاه میکنن فکر کنن، چون خودم هم فکر میکنم زیاد به فیلم ها و تجزیه تحلیل میکنم. پس با شبکه من همراه باشین. در آخر دو تا از ویدیوهای دیگه که درباره فیلم های دیگه ساختم اینجا براتون میذارم، یکی از اونا رو انتخاب کنین ببینین، و تا دیداری بعد، خدا نگهدار.